سلام بینندگان عزیز، خوش آمده به تلویزیون طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. مهمانان ما در این برنامه آقای رفیع فردوس، مشاور مرکز رسانه های حکومت، آقای محمود صیقل، معین پیشین وزارت امور خارجه، سنجر سهیل، صاحب امتیاز روزنامه هشت صبح و نصرالله استانکزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل هستند. در این بحث ما روی عوامل آتش سوزی های موترهای حامل مواد نفتی قوت های ناتو در شکارپور ایالت سند پاکستان بحث میکنیم. پیش از این که با مهمانان ما با بحث بپردازیم، همکار ما رامش آرمان فشرده از چگونگی رویداد و واکنش ها را تهیه کرده که یک جای با مهمانان و شما میبینیم. حمله جنگنده های ناتو به خاک پاکستان و در واکنش، مسدود شدن راه تدارکاتی نیروهای ناتو از سوی دولت پاکستان، اظهارات جنرال حمید چل در مورد افغانستان و واکنش مقامات افغان در قبال آن، بازگشت پرویز مشرف به سیاست، همه موضوعات است که بالای اوضاع دو کشور و در نهایت بالای زندگی این مردم تأثیر گذار است. هفته گذشته حملات هوایی هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای ناتو در نزدیکی مرز افغانستان جان 3 سرباز پاکستانی را گرفت. مقامات پاکستانی گفتند که ناتو وارد حریم پاکستان شده و یک پایگاه نظامی آن کشور را مورد هدف قرار داده است. در پی این حادثه دولت پاکستان راه تدارکاتی نیروهای ناتو از خاک آن کشور به افغانستان را بست. طالبان پاکستانی نیز از فرصت استفاده کرده و دست کم 27 کامیون تدارکاتی نیروهای آمریکایی و ناتو را به آتش کشیدند. این کامیون ها برای عبور به افغانستان در آن طرف مرز توقف کرده بود. قبل از این حادثه و به دنبال اعلام نامهای اعضای شورای عالی صلح در افغانستان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به پاکستان سفر کرده بود تا مقامات پاکستانی را راضی کند که این پروسه را تحریم نکنند. قبلا نیز شماره از اعضای ارشد طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر که تمایل برای مذاکره با دولت افغانستان داشت از سوی مقامات پاکستانی گرفتار شد. با این کار دولت پاکستان برای جامعه جهانی و دولت افغانستان نشان داد که هیچ گونه صلح یا معامله بدون خواست آنها در افغانستان صورت گرفتن نمیتواند. اما این بار طالبان شورای عالی صلح دولت افغانستان را تحریم کرد. همچنین در هفته گذشته جنرال حمید گل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات پاکستان یا ISI، در مصاحبه با رسانه‌ها دولت حامد کرزی را دست نشانده و خیانتکار توصیف کرده بود و گفته بود که طالبان از مقاومت ملی مردم افغانستان نمایندگی می‌کنند و همچنین از باراک اوباما خواسته است تا با طالبان مذاکره کند. زمان دولت حامد کرزی، ناتو و آمریکا دیگر گذشته است و این طالبانند که به افغانستان باز خواهند گشت. این اظهارات واکنش دولت افغانستان را بدنبال داشت. دولت پاکستان جلو فعالیت های اشخاصی را که میخواین سرطان به افغانستان نشر بکنه و وسعت پیدا بکنه، جلو چنین افراد را بگیرن تا ایست که ما به صفت یک دولت و مردم ما به صفت یک مردم به نیات کشور همسایه ما یک مقدار باورمند شویم. همچنین پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان که امروزها هوای دوباره سیاست به سرش زده و حزب جدیدی را به نام آل پاکستان مسلم لیگ تأسیس کرده، در پاسخ به این پرسش که آیا ISI پاکستان برای ناامن ساختن افغانستان از طالبان حمایت میکند یا خیر، چنین گفت: غرب پس از حمله نیروهای شوروی سابق به افغانستان اندیشه جهاد را ایجاد کرد و ده ها هزار شورشی جهادی را از سراسر جهان به منطقه آورد و آنها را تا دندان مسلح کرد. ما خیلی زود فراموش میکنیم این امریکا و کشورهای غربی بودند که این همه احزاب جهادی را به وجود آوردند. از سال 1989 تا سال 2001، یعنی تا 11 سپتامبر، در جریان 12 سال در منطقه چی رخ داد؟ هیچ گونه برنامه برای تجدید فعالیت و جابجایی مجدد 30,000 جنگجو و مجاهد صورت نگرفت که توسط غرب آورده شده و در آن جاره ها شده بودند. آنها تا دندان مسلح بودند و تنها می دانستند چگونه بجنگند. این تقصیر کیست؟ تقصیر غرب است. همچنین در تازه ترین مورد، رئیس جمهور کرزی امروز در کنفرانس خبری گفته است که نیروهای خارجی برای تأمین منافع خود به این کشور آمدند، نه منافع افغانستان، و زمانی که به منافع خود دست یابند این کشور را ترک خواهند کرد. روزی شاید بیاید
که باز می جامعه جهانی که امروز به ما کمک میکنن دیگه در افغانستان منفعت خود را نبینن و از افغانستان قسمی که در یک لحظه رفتن در یک لحظه باز هم برن. با باور آگاهان 9 سال جنگ بی نتیجه نیروهای ائتلاف با طالبان و القاعده در افغانستان و بدتر شدن روز به روز اوضاع سیاسی و امنیتی در منطقه این قافله را تا کجا خواهد کشاند؟ با عبارت دیگر ادامه این سریال سیاسی که کشورهای منطقه و جهان تماشاگر آن هستند آیا پایانی دارد یا خیر؟ رامش آرمان، تولونیس. باز هم سلام خدمت شما بینندگان عزیز، مهمانان محترم، خوش آمدید به برنامه ما. آقای سیقل، یک روز پیش از آتش سوزی موترهای حامل مواد نفتی ناتو، هلیکوپترهای ناتو 3 تن سربازان پاکستانی را در مناطق قبایلی هدف قرار داد و به قتل رساند و به تعقیب از او رای مواصلاتی تورخم مسدود شد. آیا این آتش سوزی ها به اثر رهنمایی یا تبانی فوج و سازمان استخباراتی نظامی پاکستان بوده یا واقعا طالبان و مخالفین مسئله حکومت پاکستان بالای این وسایط حمله کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با تقدیم سلام به شما مهمانان محترم و همچنان بیننده های گرامی تان. من فکر میکنم سوال اول باتی باشه که چرا ناتو قصدن و عمدن میره یک پایگاه نظامی میزنه که در اوج از ساکر پاکستان کشته میشه و به تعقیب از او پاکستان عکس العمل نشان میده. اطلاعات در این رابطه وجود داره که شمار از شورشیان مظنون و مسلح را اینا تعقیب میکردند و هدف قرار میدادند. بله، این ما میخواستیم بگویم که بیاین که اولی سوال مطرح بشه و ادعای ناتو است که گویا اینا در واسطه نقلیه سربازان پاکستانی میخواستن نقل مکان بکنن که هدف قرار بود. من فکر میکنم که حرکتی که از طرف ناتو صورت گرفته یک حرکت سهوان نبوده، یک حرکتی نبوده که به شکل اشتباه صورت گرفته باشه، یک حرکتی بوده که بسیار سنجیده شده بوده. ما فکر میکنیم یک حرکتی بوده شاید در راستای حرکت‌های دیگه که در آینده شاید ما منتظر از او باشیم و او هم شاید به دلایل مختلف، مخصوصا به این که فشارهای بین‌المللی زیاد شده در رابطه با این که چرا نیروهای بین‌المللی که در افغانستان حضور دارن در مورد پاکستان دست به کار نمیشن، همچنان فشارهای در داخل افغانستان هم وجود داره. من فکر میکنم که اکثریت قاطع مردم افغانستانی سوال پیشان مطرح است در حالی که ریشه های تروریسم در او طرف خط دیورند است، چرا نیروهای بین المللی دست به کار نمیشن. یه حرکت صورت گرفته که ببینن عکس العمل در برابرش چی است. اگه شما به خاطر داشته باشین تیارهای بدون پیلوت وقتی که حملات اولیه خود آغاز کردن بالای پاکستان به همین شکل بود و عکس العمل های بسیار جدی و تند و داغی صورت گرفته شد و همچنان تانکرهای با آتش کشیده شد و امثال هم، اما با گذشت زمان آهسته آهسته عکس العمل ها فروکش کرد و امروز یک چیزی پذیرفته شده شده که تیارات بدون پیلوت میرن و حمله میکنن در پاکستان و عکس العمل ها چیزی در برابرش نیست و تقریبا هر روز و امکان داره. یکی از سناریوها همی است که امکان داره یکی از اقداماتی را که دنیای غرب یا در رأس امریکا پذیرفته همی است که اینا اگر توسعه جغرافیای جنگ بالایش کار میکنن همی گام نخستی باشه. البته عکس العمل را دیده باز با روزو میتونن که گام های بعدی خود را طراحی کنن. حالا عکس العمل میبینیم سر سوال شما که آتش سوزی 27 تانکر در شکارپور که صورت گرفته آیا ایر طالبان انجام داده یا مقامات پاکستانی؟ ما کدام سندی خودم به دستم نیست که برای شما بگویم که کی انجام داده. من فکر میکنم نیروهای امنیتی و استخباراتی افغانستان شاید در یک موقف بهتری قرار داشته باشند، اما اگر شما در رأس حکومت پاکستان خود قرار بتین یک چیزی پذیرفته شده است که از تمامیت ارضی پاکستان باید دفاع کنین، از حاکمیت ملی پاکستان باید دفاع کنین و مخصوصا که سر و صدای مردم که بلند میشه خامخا که حکومت باید عکس العمل نشان بده. من فکر میکنم، حدس میزنم که با آتش کشیدن این تانکرها در تمامیت با حکومت پاکستان شاید صورت گرفته باشه و مخصوصا دستگاه استخبارات پاکستان. تشکر. آقای سنجر، یکی از سران حزب MQM متحده قومی موفمنت صبح امروز در رسانه ها اظهار داشت که ما هیچ گونه دست و تبانی در با آتش کشانیدن این وسایل نداشتیم و همچنان ما با ناتو هیچ مخالفتی نداریم و منطقه شکارپور یکی از مناطق شمالی ایالت سند است و اوجه بار اول است که چنین حمله و چنین حادثه میشه.
تصور شما چی است که آیا با چنین وضعیت و جغرافیا که در روجه گروه های طالبانی هم وجود نداره چی کسی چنین کار را انجام داده باشه؟ تشکر. خب همزمانی از این رویداد با بستن مرز تورخم شک و شبهات زیاد را در مورد سازمان استخباراتی پاکستان و ارتش پاکستان ایجاد میکنه. فراموش نکنیم که تسلسل وقایع در داخل پاکستان به ترتیب بوده که نشان میده که هنوز ارتش و استخبارات در داخل پاکستان از قدرت فوق‌العاده برخوردار است و توانایی کنترل رویدادها، حوادث و حکومت ملکی را داره. به خاطر از اینکه ما دقیقاً چند روز قبل شاهد ازی بودیم که اشفاقیانی لستی از مقامات فاسد بظاهر حکومت را تحویل زرداری داد که اونا را باید از حکومت در کنار بکنن. یعنی این نشان میده که هنوز ارتش در داخل حکومت پاکستان و در داخل جامعه پاکستان از توانایی فوق‌العاده برخوردار است. چون شما اشاره کردین، البته ای سوختاندن تانکرهای نفتی ناتو یک رویداد بی سابقه در پاکستان نیست، یعنی اولین بار نیست. اما از حیث مکان بی سابقه است. دقیقاً از لحاظ مکانی بی سابقه است و همزمانیش با بستن مرز تورخم میتونه شک و شبهات زیاد را ایجاد بکنه و به مو خاطر میتونه آدم تا حد زیاد ارتش و استخبارات پاکستان در این زمینه به اصطلاح متهم قلمداد بکنه. اما نکته دیگه ای است که من فکر میکنم که پاکستانی ها یک سلسله خواست های بظاهر استراتژیک از ایالات متحده امریکا دارن که او توقعات و او خواست ها چنانچه اونا توقع دارن برآورده نشده. چنانچه دیروز قریشی وزیر خارجه پاکستان در شورای روابط خارجی ایالات متحده امریکا به صورت رسمی درخواست دیالوگ و گفتگوهای استراتژیک را با ایالات متحده امریکا مطرح کرد، در حالی که پس از صحبت های قریشی جان کیری رئیس شورای روابط بین‌المللی امریکا و رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت که پاکستان باید به یک سلسله از نگرانی هایی که در رابطه با عملکرد شورشی ها و القاعده در مرزهایش وجود داره باید پاسخ بده. این تسلسل وقایع به ترتیب است که من فکر میکنم که پاکستانی ها در واقع به دنبال یک سلسله از توقعات استراتژیک از غرب هستند که او توقعات استراتژیک برآورده نمیشه و برخلاف وقایع نشان میده که افکار آمد داره بر ضد سیاست های ارتش و استخبارات پاکستان شکل میگیره. گمانه‌زنی هایم وجود داره که در واکنش به کشته شدن سربازان پاکستانی در مناطق قبایلی چین اعمال انجام شده. اگر این واکنشی باشه آیا ادامه استراتژی بادگیری پاکستان خواهد بود؟ ببینید، خب یک حادثه اتفاق افتیده و خب در این حادثه تصادفاً 3 تا سرباز پاکستانی کشته شده. ولی ما موارد متعددی که قبل رقم که آقای سیقل اشاره کردن، ما موارد متعددی از به اصطلاح نقص تمامیت ارضی پاکستان را توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا داریم. چند روز قبل ما هلیکوپترهای ناتو را داشتیم که رفتن یک گروه شورشی را از اقانی را دنبال کردن و 30 نفرشون را کشتن. من فکر میکنم که بیشتر یک بهانه بود، یعنی پاکستان میخواست یک چنین رویداد رخ بده تا دست به یک چنین اقدامی بزنه. در واقع ادامه به اصطلاح حملات هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان به ویژه در ماه سپتامبر که 120 نفر در پی از حملات کشته شدند و بیشترین تعداد حملات در طی 2 سال گذشته گزارش داده شده، بسیار عصبانی ساخته پاکستان را و طبیعتا پاکستانی ها به دنبال یک واکنش بودند. تشکر. آقای سانکزی، یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان تقاضای ازیر داشت که ناتو از عملکرد خود مبنی بر کشته شدن سربازای پاکستانی در مناطق قبایلی معذرت بخواهد و قضیه آتش‌سوزی تانکرها به دنبال از او واقع شد. از لحاظ تعهدات بین‌المللی ناتو از یک طرف و دولت پاکستان تکلیفشان دیگه چی است؟ دولت پاکستان از حیث حفظ تانکرها و مواد اکمالاتی ناتو و ناتو از حیث دنبال کردن شورشیان، طوری که آقای سنجر گفت که نقض حریم پاکستان است، آیا واقعا نقض شده؟ به نام خدا، با تقدیم سلام. اول پیش ازی که به سوال شما جواب بتم، امروز جریانات به گونه نشان میده که تناقض‌گویی بین صحبت های مقامات پاکستان وجود داره.
مثل که شما اشاره داشتین صدراعظم پاکستان اظهار کرد که باید ناتو معذرت بخواه و مسئله جبران خساره را مطرح ساخت، در حالی که سفیر پاکستان در ملل متحد باز اظهار داشته امروز که به زودی این مشکل حل شده و راهای اکمالاتی بر روی قطارهای ناتو باز خواهد شد. اما از نظر حقوقی و از نظر حقوق بین المللی بحث دفاع مشروع مطرح است. اینجا به صورت هر دولت یا هر نیرو حق داره از خود دفاع بکنه و این دفاع در دفاع مشروع در صورتی که مورد تعرض قرار بگیره و اصول حقوق بین المللی نقض شده باشه. اگر ناتو ایتو استدلال بکنه که از خود دفاع کرده یا در صورت دفاع مشروع بوده و ایره توجیه بتانه که واقعا کسایی را تعقیب کرده که اونا علیه از یا جنگ میکردن یا به قلمرو افغانستان داخل شده بودن و بعدا یا تعقیب کرده، در این صورت این مشروعیت پیدا میکنه حرکت ناتو و دلیل از این مشروعیت پیدا میکنه که گفته میشده دفاع مشروع که دفاع مشروع تا جای وجود داره تا خطر دفع شود. آقای استانگزه بحث حریم در اینجا مورد داره مثلا ببینید این از چند لحاظ مورد توجه است. یک این مسئله است که مسئله بحث دفاع مشروع است که تا خطر باید از بین بره. مسئله دوم است که اینمی سرحد مشخص نیست، این سرحد قبول شده بین المللی نیست، سرحدی که ما با گویا با پاکستان داریم اینمی سرحد مشخص نیست و ما علائم سرحدی مشخص به بسیاری از ساحات در بیشتر از 90% از ساحات اصلا علائم سرحدی نداریم. با در نظر داشته از او تعیین این سرحدات خودش یک مشکل دیگه هست و ما فکر میکنم که از طرف دیگه یه احتمال هم وجود داره که مثل که یک از دوستان پیشتر اشاره داشتن که اردوی پاکستان با القاعده در امین منطقه به طور بالفعل فعالیت میکنه. هدفتان مناطق سرحدی است؟ مناطق سرحدی که با ما هست، یعنی تعداد سربازهایی که در اونجا کشته شده. مثل گفته میشه که اینا در از وسایط اردوی پاکستان استفاده میکنن، در صورتی که واقعیت داشته باشه مانایش ایست که اردوی پاکستان به طور بالفعل در انتقال، در جنگ و تجهیز نیروهایی که علیه دولت افغانستان و نیروهای ناتو در اینجا میجنگن اینا مشترک عمل. مکلفیت دولت پاکستان از حیث تعهدات بین المللی در بخاطر کار مبارزه با تروریسم و همچنان فیصله های سالانه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با این قضایا چی است؟ ببینید پاکستان از یک طرف عضو ائتلاف ضد تروریسم است، بنان تعهدات داره به ارتباط. از لحاظ اصول حقوق بین المللی هم تعهدات داره تروریسم به عنوان یک پدیده جهانی و به عنوان جرم بین المللی در هر نقطه باید قابل پذیرش نباشه و برای از بین بردنش باید اقدامات صورت بگیره. این دیگه برای پاکستان نو به دلیل عزیز که پاکستان سیاستش ای بود که جنگ همواره در قلمرو افغانستان حفظ بکنه، جنگ اینجا تداوم پیدا بکنه و او از سرحدات افغانستان به بیرون او را مشتعل نگاه بکنه و امتیاز بگیره. اما بالاخره مثل که آقای سیقل بر اشارات داشت، در نتیجه فشار ذهنیت بین المللی، در نتیجه فشار دیپلمات های بین المللی که در این منطقه کار میکنن و در نتیجه ذهنیتی که در خود افغانستان ایجاد شد، منتج به این شد که باید امریکایی ها و یا در مجموع ناتو از سرحدات عبور بکنن. توقعی که دولت افغانستان داشت. توقعی که دولت افغانستان. تشکر. آقای فردوس، اطلاعات دولت افغانستان در این رابطه چی است که آیا سربازان کشته شده توسط تیاره های ناتو اینا توانی داشتن با تروریستا و همچنان درباره از این که تانکرها از سوی کیها به آتش کشیده شده؟ منطقه شکارپور منطقه است که در اوج حزب مردم پاکستان و ملیگرایان به خصوص همی دو حزب در اوج قدرت دارن و هیچ کدام از این با طالبان رابطه ندارن. بحث اصلی بر سر این نیست که سربازهای کشته شده در تبانی با نیروهای مخالف مسلح حکومت افغانستان و ناتو کار میکردن و یا غیر. بحث اصلی روی این مسئله هست که روی تعریف خواستگاه و چگونگی عملیاتی که در خاک پاکستان انجام شده
تنش استراتژیک میانه و بر سر تعریفی مسئله تنش استراتژیک میانه ناتو و پاکستان وجود داره، مسئله ای که هر دو جانب ادعای محق بودن میکنن. یک مسئله بحث آتش سوزی تانکرها در نقطه که شما اشاره کردین، او هم چیز تازه‌ای نیست، اما زمان اتفاقی آتش سوزی نسبت به تحولات مشابهی که در گذشته انجام شده بود متفاوت است. ما دیدگاه ما در کل نسبت به چگونگی تحولات جدیدی که در آقای فردوس ارزمایی است که دولت افغانستان همواره ادعا میکرد که مراکز تجهیز و تسلیح تروریست ها در آن طرف سرحد است و بخصوص مناطق قبایلی است. آقای استانزه هم تشریح کرد که از حیث دفاع مشروع حق داره یک کسی که در برابر تروریسم مبارزه میکنه ایره تعقیب بکنه، که تعقیب کرد بالاخره در موتر نظامی های پاکستان ایره میبینه و اموجه بالایش فایر میکنه و به قتل میرسن. اطلاعات دولت افغانستان در ایجه چی است؟ آیا واقعا چنین بوده و یا سربازان فوج پاکستان را ناتو به قتل رسانده؟ ببینین من بازم تاکید میکنم روی نکته قبلیم. حکومت افغانستان بر موضع قبلی خود هنوز هم پابرجاست که حلقات منظم و مستقیم مخالفین مسلح حکومت افغانستان را حمایت میکنه و این گمان نکنم که جای هیچ شک و تردیده در معادلات دیپلماتیک ما بین دو کشور و در رسانه‌های بین المللی وجود داشته باشه که چنین کار نشده. برعکس قضیه من فکر میکنم به این سادگی و ظاهربینی که مطرح شد چنین هم نیست. باور من این است که جنگ افغانستان و جنگ با تروریسم در کل آبستن یک تحول بسیار بنیادین هست. ما تأکید از گذشته ها داشتیم که خواستگاه تروریسم در کجا هست و جنگ باید در کجا صورت بگیره. موضع مشخص حکومت افغانستان و بالاخره جامعه جهانی و بخصوص ایالات متحده آمریکا حالا به این نتیجه رسیدن، در حالی که از گذشته ها هم میدانستند که ریشه ها و چگونگی آغاز این تنش و جنگ و سازماندهی این نیروها از کجا صورت میگیره. اما بالاخره به این نتیجه رسیدن در صورت که اگر با اونچه موضع حکومت افغانستان است توجه نکنن، سرنوشت بد را در پیروزی جنگ افغانستان یا شکست از این خواهند داشت. یعنی به این صورت اگر ما تا چند ماه دیگر که استراتژی جنگ با تروریسم در افغانستان توسط باراک اوباما بررسی میشه و عملیه اجرایی این مسئله عملا جریان داره، پاکستانی ها در وضعیت کنونی دچار یک نوع تنش چگونگی برخورد با این بحث تحول استراتژیک جنگ هستند که بدون گمان رفتن از عملیات عملا به خاک پاکستان در استراتژی جدید بدون هیچ پرسش مطرح است و از این جهت پاکستانی ها قسم که استاد اشاره کردن در موارد زیاد تضاد دیدگاه دارند. تضاد دیدگاه به این معنا که عمل کردن ناتو را سنجیده شده و بر حق میدانه در این قضیه؟ ناتو اشتباهات زیاد انجام داده. یه قضیه مشخص در این قضیه. ببینین اگر بر این مبنا استوار باشه که اشتباهاً این کار صورت گرفته یا بصره که استاد از دیدگاه حقوقی مطرح کردن دفاع مشروع، معادله برعکس میشه. اما اصل مسئله اینجاست که اتفاقات که اخیراً در پاکستان رخ داده و پیوند داره با ماجرای افغانستان دقیقاً در بر یک محور است که پیام آور یک تحول جدید در جنگ با تروریسم در منطقه است، تنها در افغانستان با پاکستان. دولت افغانستان در این روزی که سپری شد هنوز هم تعیین موضع مشخص نکرده که موضع مشخص را تعیین بکنه و یا واکنش های پاکستانی ها را. بس حکومت افغانستان یا موضع حکومت افغانستان این نیست که عملکرد ناتو را تعیین بکنه یا از دیدگاه پاکستان را. پاکستان به عنوان یک کشور خود حق داره که در مورد چگونگی برنامه های ناتو و حکومت افغانستان دیدگاهی داشته باشه. دولت افغانستان در این قضیه ناظر بوده میتونه و یا بله، که محل ورود نظارت میکنه و ما خیلی هم خوشبین هستیم که این تحولات به آنچه ما از قبل تاکید میکردیم منتج به اون مسئله شود. تشکر. بینندگان عزیز بعد از یک وقفه باز هم با شما هستیم. باز هم سلام خدمت شما بینندگان عزیز. آقای سیقل، حوادث اخیر آغاز یک تنش است یا اوج تنش است میان ناتو و پاکستانی ها؟
یک سناریو نشان میده که امکان داره که آغاز یک تنش باشه، آغاز یک اندازه اقدامات جدیدتر جامعه جهانی در رابطه با عملکردهای پاکستان در افغانستان باشه. ما اجازه بدین که یک مسئله ای که یک اندازه مسئله حقوقی که مطرح شد، ببینین دفاع مشروع تحت منشور ملل متحد است، فکر میکنم فصل 7 ماده 51، که وقتی یک کشور مورد حمله قرار میگیره، این کشور حق داره که یا به صورت انفرادی خودش یا با یک جامعه متحدین خود از خود دفاع کنه. ولی حمله ای که صورت گرفته توسط هلیکوپترهای جنگی ناتو از مرزهای افغانستان صورت گرفته و این وظیفه افغانستان از کوتومات به شورای امنیت و سازمان ملل متحد گزارش بده که چی صورت گرفته. اما قسمی که اشاره میشه به دفاع مشروع در منشور سازمان ملل متحد به همون شکل گفته میشه که وقت عکس العمل صورت میگیره از طرف کشوری که مورد تهدید قرار گرفته یا مورد حمله قرار گرفته، اوتومات باید است که او عکس العمل گزارش داده شده به شورای امنیت. در حالت عادی البته. نه در این حالت. اما این که چطور ناتو در افغانستان است و در منطقه است این چگونه است؟ ناتو یک بخش از نیروهای امریکایی تحت قطعنامه شورای امنیت در افغانستان نیستن. اینا آمدن برای Operation Enduring Freedom که حالا رو ترجمه میکنین عملیات آزادی پایدار، که او تحت قطعنامه شورای امنیت نیست. من نمیفهمم که این بخش از نیروهایی که به او طرف خط دیورن رفتن و این کار کردن آیا او بخش از این نیروها هستن یا واقعا مربوط ناتو هستن. اما پروازهای تیارات بدون سرنشین اینا هم همون چه قضیه هست؟ اوش که مربوط ناتو و مربوط آیساف هست خامخاک تحت پوشش قطعنامه شورای امنیت میه. سوالی که مدارمی است که در طول 9 گذشته از پاکستان تهدیدات متواتر و مختلف در افغانستان صورت گرفته، اسناد و شواهد کافی وجود دارد که پاکستان در برهم زدن امنیت افغانستان نقش کلیدی داشته، مخصوصا استخبارات پاکستان. حال او شکایاتی را که دستگاه دیپلماتیک ما به شورای امنیت باید داده باشه در طول 9 گذشته، مجموعه این شکایات کجا است؟ کاری که باید ما میکردیم یک دستگاه فعال دیپلماسی ما، هر باری که شواهدی به دست می آمد، گزارشاتی که به دست می آمد که یک کاری وجود داره، هر باری که ما یک شخص وابسته به استخبارات پاکستان اینجا دستگیر میکنیم و اعترافات چه میگیریم، یه اسناد است که یکی پی دیگه باید است از دستگاه دیپلماسی ما بیرون شود، از طرف نمایندگی ما در سازمان ملل متحد تسلیم شورای امنیت شود و تا امروز باید است یک کتاب تهیه می بود که به اساس از او اگر ما تقاضایی داریم از شورای امنیت، مسوده های از شورای امنیت به شورای امنیت بره و سرانجام قطعنامه بیرون شود. میایم سر گزینه هایی که ما داریم که چی باید کنیم. پیش از یک سر گزینه ها میخوایم یک موضوع را واضح تر بسازه که دولت افغانستان و دولت پاکستان هر دو متحد به کار مبارزه با تروریسم و حضور ناتو در افغانستان هستند. این که در طول از این مدت حملات صورت گرفته کل از این خلاف آنچه که شما میگه است مثلا در مخالفت با فیصله نامه شورای امنیت است؟ ببینین من فکر میکنم تیارات بی پیلوته که روزانه در ببینین من فکر میکنم در اینجا است که ما اختلاف نظر داریم، ما و دولت. دولت اول خو ادعا میکنه که ما تقاضا کردیم که جغرافی های جنگ تغییر کنه. این تقاضاهایی بوده که از طریق دیپلماسی لاودسپیکری اعلان شده و در به طور مثال در مراجع رسمی 3 گردهمایی بین المللی و ملی که ما داشتیم در داخل افغانستان در طول 1 گذشته به شمول کنفرانس لندن، کنفرانس کابل، جرگه مشورتی صلح، در هیچ کدامی از این دخالت پاکستان در افغانستان مطرح نشده. متوجه باشید موضع گیری دیپلماتیک رسمی حکومت افغانستان عمویی بوده که ما در مراجع بین المللی کردیم. ای که ما آمدیم یک کنفرانس مطبوعاتی دادیم و با یک خبرنگاری مسئله را مطرح کردیم که جغرافی های جنگ تغییر بده، این دیپلماسی نیست. ما شوخی نکنیم. دستگاه دیپلماسی ما تقریبا فلج است. ما نمیتونیم به شکل دیپلماتیک اوج اظهاراتی را که از طریق دیپلماسی لاود اسپیکری میکنیم تعقیب کنیم. متوجه هستین این مسئله؟ از اون خاطر من فکر میکنم یک علتی که جامعه جهانی مخصوصا ناتو دست به کار شده به خاطری که صدای مردم افغانستان بلند شده و صحبت هایی را که مراجع بین المللی
با مراجع غیر دولتی افغانی خود ما داشتن. اینا هم تایید کردن که باید وقت از این رسیده که اقدامات در رابطه با پاکستان صورت بگیره. وقتی شما متوجه باشین ما یک حکومتی داریم که یک بستر انتخابات سرا با از تقلب بیرون شده، یعنی اوقدر وزن نداره گپ از حکومت. اما چون گپ از حکومت فعلا در همین مقطع زمانی هماهنگ است با گپ مردم افغانستان و با نیروها و به حلقات و گروه هایی که بیرون از دولت هستند در اپوزیسیون سیاسی هماهنگ شده، مراجع بین المللی میبینن که ما در یک مقطع زمانی قرار داریم که فشارهای رای دهنده های مردم امریکا هم وجود داره، فشارهای رای دهنده های مردم اروپا هم وجود داره، سیاسیون هم در امریکا یک انتخابات کانگرس ماه آینده است و به تعقیب از او انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 است. برای دموکرات ها بسیار مهم است که اقداماتی از خود نشان بدن. یعنی مقصد ما این است که از گوشه و کنار دنیا آهسته آهسته موضع‌گیری و دست بردن به اقدامات نسبتا جدی در رابطه با دخالت های پاکستان در افغانستان یک اندازه هم آهنگ شده میره و دنیا خود در یک موقف قرار میده که بیا یک چیز را امتحان کنه. گام اول برداره که من یک عمله میکنم، ببینم که اکثر عملات چی است. من فکر میکنم که اگر مراجع مختلف جدی باشه، امکان داره که این عمله کوچک اقدامات جدی تری در پی خود داشت. اما اگر حمایت شورای امنیت با خود نداشته باشه، من فکر میکنم که امکان داره که باز نتایجش ناگوارم باشه، به خاطر که ما کارهای غیر قانونی میکنیم و به کشورهای منطقه هم اجازه میدیم که دست به همچو کارهایی بزنن. آقای فردوس، گفته های آقای صیقل با شما در تقابل واقع میشه که مثلا شما میگید که دولت افغانستان در این قضیه ناظر است، اما اینا میگن که باید مستندسازی میکرد و از تقاضاهای دولت افغانستان است که جغرافیای جنگ با آن طرف سرحد انتقال بکنه. موضع‌گیری در چی باید باشه به نظرتان؟ دولت افغانستان چی باید بکنه؟ آنچه آقای صیقل اشاره کردن دقیقا از لحاظ حقوق بین الدول و از لحاظ ای که یک کشور در حالت عادی قرار داشته باشه دقیقا مستندات هست و موارد هست که باید حکومت افغانستان میکرد. اما شما ایره فراموش نکنین که بیش از 40 کشور دنیا آمدن در چارچوب یک قطعنامه بین المللی و مشروع در اینجا به خاطر حفظ امنیت افغانستان با مبارزه با تروریسم در چنین وضعیته. اگر ما یک نکته از آغاز و اشاره کردیم و در گذشته ها هم چندین بار به او پرداخته شده که جنگ افغانستان یکی از جنگ هایی است که از آغاز دارای ابهامات ساختاری بوده. این ابهامات ساختاری از برنامه‌ریزی جنگ گرفته تا چگونگی برخورد کشورهای مختلف در چارچوب ناتو و قوای ائتلاف اینا سرچشمه میگیره. اگر بس بر سر این باشه که طبق مفاد قوانین بین المللی و حقوق بین الدول حکومت افغانستان باید و قسمی که اینا گفتن تنها اکتفا به رسانه ها نمی کرد، اونجا بحث بود که اگر حکومت افغانستان خودش مستقلانه تمامی امور را به دست می داشت و به عنوان شخصیت حقوقی دست اول جنگ می تونست چون این کار را بکنه. اما شما یک نکته دیگر را باید داشته باشین که ما در دو جهت باید دیپلماسی خود را با وضعیت کنونی باید به پیش می بردیم. یکی دیپلماسی نرم ما هست که باید نسبت به آسیب پذیری های ساختاری که از پاکستان و از امسای جنوبی ما داریم باید همواره ایره مد نظر داشته باشیم. یک مسئله دولت افغانستان آل ازمی وضعیت فشار که... اجازه بتن دیپلماسی فشار هست که دیپلماسی فشار هم با تمامی توان و ابزار که در دست داشته حکومت افغانستان ایره انجام داده. بنابراین در وضعیت کنونی افغانستان بحث مطرح کردن و مستندسازی مداخلات صریح و مستقیم پاکستانیا و آیسای و ارتشی کشور دقیقاً چیزی هست که حکومت هم به او باور داره. اما بحث اینجا داره. هست ببینید و بحث اینجا هست که بحث مبارزه با تروریسم تنها مربوط به افغانستان نمیشه، به اروپا و آمریکا و به مجموع کشورهایی که در این کشور حضور نظامی دارن و عملا در جنگ هستن. در دو نقطه مشخص‌تر بگویید که تکلیف دولت افغانستان در چی است و استفاده چطور بکنه از این وضعیت. حکومت افغانستان به عنوان نهادی که مجری تمامی سیاست ها هست دقیقا تکالیف مشخص داره که حفاظت از تمامیت ارضی افغانستان و اعمال حاکمیت. این گپ کلی و عام است، این یک قضیه بلا منازعه است. اما وضعیت اخیر از داخل خاک افغانستان هدف قرار گرفته اسافر پاکستانی. اگر همزمان اونا هم ادعا بکنن وقتی که شما چنین میکنید ما هم چنین عکس العمل های از خود نشان میدیم یا قبلا هم تبرئه بکنن در مداخلات قبلیشان را، آیا ادعاهای دولت افغانستان را
به مورد نمی سازن؟ این نکته را از یاد نبرین که جنگ اگر چنین مورد اتفاق بفته، پاکستان با 40 کشور دنیا می جنگه، با امریکا که متحد استراتژیکش است. این نکته جدا هست که متمایز می سازه بحث حقوقی مسئله نسبت به یک حالت عادی در کشور مثل افغانستان. آقای سانگزی، خواسته ها و موقفگیری حکومت پاکستان و نظامیای پاکستان از یک طرف و وضعیت موجود و حملات ناتو از طرف دیگر، این دو وضعیت منطقه را تقریبا به طرف بحران سوق داده روان است. دولت افغانستان از این وضعیت چگونه استفاده بکنه، هم از حیث مشارکت با ناتو و جامعه جهانی و هم از حیث حقوقی که در قوانین بین المللی داره؟ ببینین، سر و صداهای دولت پاکستان گاهی اوقات با گفته های یک سال قبلشان یا اتحادشان، اتحاد استراتژیکشان با ایالات متحده آمریکا و ناتو به تناقض است. از دولت افغانستان؟ از دولت پاکستان. به دلیل از اینکه زمانی که اوباما استراتژی جدیدش در مورد افغانستان و پاکستان تحت یک عنوان مطرح کرد، در اوجه گفت که تروریست در هر جایی که باشه دشمن ماست و ما نابودش میکنیم. همین مقامات دولت پاکستان بود که از این استراتژی استقبال کردن، چه محتاطانه و چه بسیار سره. اومدی که دوستای اشاره کردن از چندین سال به این طرف تیارات بی پیلوت امریکا قرار به نقض حریم باشه، حریم پاکستان رو نقض کردن، سرحدات رو نقض کردن و بمبارد کردن. عکس العمل بسیار نرم نشان داده شد و عکس العمل جدی را که آن نشان میتن با او کاملا متفاوت است. ما فکر میکنم که در این ارتباط بر دولت افغانستان این به کار است که برای متحدین غربیش این را تفهیم بکنه که در این بازی بزرگی را که آغاز کنه و مرکز این بازی بزرگ افغانستان قرار گرفته، باید تقسیم منافع بکنه غرب. این امتیاز دولت افغانستان باید کمایی بکنه؟ این باید بسیار به وضاحت دولت افغانستان بگه و این غرب هم باید بپذیره که دولت افغانستان به عنوان متحد استراتژیکش در این منافع شریک بسازه. در غیر از او، در این حالت ابهام آنچه آقای سیقل بر اشاره کردن که دیپلماسی ما نتانست اسناد بتا، مانی دیپلماسی اشتباهات غرب و سیاست دوگانه از این بوده که یک روز با کابل دوست استراتژیک بوده و روز دیگه با اسلام آباد دوست استراتژیک بوده. یک از موانع جدی از یعنی است. بنان در شرایط موجود که به نظر من این حالت به اوج خود میرسه، آغاز نیست، به اوج خود میرسه، و اینجا بر دولت افغانستان و بر سیاست مدارای افغانستان این به کار است که بسیار مشخص بر دوستای بین المللی خود بعد از 9 سال بگویه که شما اینجا بر یک بازی بزرگ آمدین و بر تامین منافع خودتان آمدین. این منافع را باید موقعیت افغانستان را دیگه مشخص بسازه. گفته های امروزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر داشتن منافع خاص غربی ها در افغانستان ضعیفتر نمی سازم این تقاضاهای قبلی دولت افغانستان که انتقال جغرافی ما فکر می کنم که باید آرام آرام اگر این منافع را مقامات دولت افغانستان تثبیت میکنه آرام آرام باید افشا شود. کدام موارد باید افشا شود؟ مواردی که مثلا کشورهای متعددی که اینجا بازی میکنن هر کدام از این منافع خودشان اگر به طور جداگانه تعقیب میکنه و این تجربه هم در 9 سال نشان میده که طی 9 سال گذشته یک اماهنگی جدی بین ناتو بین بازیگرایی که اینجا بازی میکنه اگر اماهنگی وجود نداشته در هیچ عرصه. پس نشان دهنده ای است که منافع خودشان تعقیب میکنه هر یک از اینا. بنان ما بحثیم ای است که در این میت یک وضعیت دولت افغانستان وقتی میگه که هر کشور اینجا منافع خودش تعقیب میکنه، باید برای متحدین خود ایران بگویه که منافع ما افغان ها و این ملت در کجاست. آقای سنجر، به نظر شما حکومت دارای پاکستان توانایی مهار این تنش ها را دارند یا وضعیت ادامه خواهد پیدا کرد؟ بر صورت برای نخستین بار است که پاکستان به یک اقدام که در او به اصطلاح فشار احساس میشه متوسل میشه، برای نخستین بار است.
یعنی قبل از این ما شاهد یک چنین اقدامی از طرف حکومت پاکستان، نظامیان پاکستان نبودیم. این به این معناست که حکومت پاکستان ممکن است به این نتیجه رسیده باشه که دیگه ادعاهای تبرئه آمیز خودش نتیجه بخش نبوده، بنابراین از ابزارهای فشار میخواد استفاده بکنه تا به اصطلاح نشان بده که خب اگر کمک پاکستان در مبارزه علیه تروریسم نباشه، احتمال برنده شدن در جنگ افغانستان ناممکن و دشوار است. در حالی که مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا امروز با وضاحت گفت که بسته شدن مرز تورخم هیچ تأثیری بر نقل و انتقالات ناتو نداره، چرا که اینا پیش از پیش آمادگی خودشان را قبلا گرفته بودند. مسیر روسیه و شمال افغانستان. و نکته دیگه ای است که پاکستان آیا واقعا میتونه این ابزار فشار را به صورت متداوم در دست خودش نگاه کنه؟ با توجه به اینکه سالانه 2 میلیارد دلار کمک مالی از ایالات متحده آمریکا در بدل به اصطلاح همکاری‌های خودش در جنگ علیه تروریسم دریافت میکنه. و نکته دومی است که من کاملا با این بحث موافق هستم که ببینن یک تسلسل وقایع از حداقل از یک سال به صورت دوامدار اینطور نشان میده که افکار عامه جهانی داره بر ضد اقدامات پاکستان شکل میگیره، در حالی که هنوز در نزد سیاستمداران غربی پاکستان یک اولویت مهمتر از افغانستان است. ببینن اصلا آقای سنجر، سوال من اینجا بود که پاکستانی ها با امو هوشیاریه که در بازی های قبلی داشتن و خصوص در 3 دهه اخیر و 9 سالی که حضور جامعه جهانی در منطقه است، آیا باز هم بازی را مهار خواد ساختن، تنش ها را خاموش خواد ساختن یا دوام خواد؟ من فکر نکنم. به خاطر از اینکه ببینن، من میخواستم به این نکته اشاره کنم، تسلسل وقایع به ترتیب است که مثلا اسناد ویکیلیکس، گزارش مکتب اقتصادی لندن، ادعای حکومت افغانستان، دستگیری فیصل شهزاد به دلیل اتهاماتی که در میدان تایمز وجود داره، بعد مثلا شما ببینید واکنش جیمز جونز که میگه که اگر تهدید دیگری از طرف پاکستان متوجه ایالات متحده آمریکا باشه، ما دیگه تحمل کرده نخواهد تونستیم. و بعد سفر لیون پانتار رئیس سی‌آی‌ای را میبینین به اسلام آباد که در اونجا بحث های جدی پس از کشف عملات بر اروپای غربی مطرح میشه. این نشانگر یزیسته که پاکستان به شدت زیر فشار افکار عامه جهانی است و به شدت زیر فشار متحدین غربیش است که باید دست از سیاست های به اصطلاح یک بام و دعوای خودش بردارد. در غیر از او ای عملات ادامه پیدا میکنه، چنانچه امی امروز که ما و شما اینجا با هم بحث میکنیم، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی 14 نفر دیگر در وزیرستان کشتن. یعنی به این معناست که با وجود که تورخم را بسته کردن، ناتو و ائتلاف بین‌المللی مبارزه علیه تروریسم دست از عملات بر مناطق وزیرستان بر نخواهند داشت و برای سرکوب از اونها اقدام خواهند کرد. آقای فردوس، از 2 سال به این طرف در یکی از نشست‌های سالانه ناتو فیصله به این شد که اکمالات از مسیر شمال افغانستان، ازبکستان و روسیه باید انجام شود، اما بعد از این تصمیم ناامنی ها در شمال افغانستان اضافه شد. اگر راه تورخم مسدود شود، آمادگی ها برای تامین امنیت شاهرهای شمال وجود دارد از نزد دولت افغانستان؟ من تو هنوز باور ندارم که راه تدارکاتی ناتو از مسیر پاکستان به صورت کلی مسدود شود. آنچه در ای آخر اتفاق افتاد و همیش پیهم و زنجیری بود، بحث هست که پاکستانی ها به شدت در حال برنامه ریزی برای برخورد با چگونگی طرح بازنگری استراتژی جنگ در افغانستان هستند. ایالات متحده آمریکا ناچار هست یا استراتژی جنگ در افغانستان تغییر بده و یا ای که شکست خورده از افغانستان برایه. نکته که ما بسیار خوشبین هستیم او این مسئله هست که حکومت پاکستان با توجه به افکار عامه جهانی که همیش بر علیه این نظام بسیج شده، مطمئنا باید کار بکنه که در حقیقت در تقابل با منافع جهانی قرار نگیره. یک نکته دیگر را به عنوان بس آخری مطرح میکنم، او است که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در کل در پی آرایش جدید سیاست های جهانی خود هستند. آقای فردوس، یک چیز ما شما فراموش نکنیم که رئیس جمهور افغانستان همواره در صحبت های خود بحث از واگذاری صلاحیت ها به دولت افغانستان به خصوص به قوت های نظامی میکنه. اگر چنین شود، ناتو از افغانستان بخواهد که امنیت راه شمال را برای ما بگیره که در جنوب چنین مشکلی وجود داره و همچنان در شرق
آمادگی دولت افغانستان در این رابطه چی است؟ بله، یک نکته بسیار جالب است او این است که شمال افغانستان خوشبختانه تا هنوز به اندازه ناامن نشده که 100% کاروانای تدارکاتی ناتو را از مسیر شمال به مخاطره انداخته باشه. یک نکته است. اما عوامل ناامنی به اندازه کافی در شمال و در مناطق مختلف ازی وجود داره. حکومت افغانستان بارها طی برنامه‌ریزی‌ها و اظهارات مشخصی مسئله را بیان کردن که در قبال ناامنی ها در شمال افغانستان چی سیاست‌های روی دست است. تشکر آقای سیکل. دولت افغانستان با وجود اشتباهاتی که شما پیشتر از او یاد کرده و نقد کرده، از این وضعیت چگونه استفاده بهتر بکنه به نفع مردم افغانستان؟ من فکر میکنم ما 4-5 گزینه داریم. گزینه های نرم، گزینه های داغ. خوب است سر گزینه های نرم صحبت کنیم. در روابط دو جانبه خود، هر صحبت هایی که داریم، هر مذاکراتی که داریم، باید نتیجه بده. متاسفانه به هر گونه که ما توجیه میکنیم که رابطه دو جانبه ما با پاکستان معنیدار بوده، تا بال ما معنیش ندیدیم. چیزی دیگه، کار دیگه رو کرده میتونیم، گزینه دیگه. ببینین اتحادیه های منطقه‌ای که ما داریم در اطراف افغانستان، اینا اتحادیه های اقتصادی منطقه‌ای هستن و شورای امنیت و منشور ملل متحد سر ما حکم میکنه، تشویق میکنه منطقه ها را که اگر شما بتونین یک شورای امنیت کوچک امنیتی برای به خاطر صلح و ثبات منطقه تان تشکیل بدین، برین این کار کنین. من فکر میکنم ما میتونیم سر تشکیل یک شورای امنیت منطقه‌ای که در اوج کشورهای بازیکن کلیدی هستن نقش داشته باشن باید کار کنیم. گزینه دیگه همی است که سر مسئله تحریم کار کنیم، تحریم اقتصادی، و گزینه دیگه همی است که ما سر توسعه جغرافیای جنگ کار کنیم، و گزینه دیگه و مهمترینش همی است که ما سر یک طرح یک پروگرام ریفرم فرسایشی در بین سیستم نظامی و استخباراتی پاکستان کار کنیم که اوی دست کادرهای پاکستانی، او جنرالایی که معتقد و استفاده از خشونت به خاطر برآورده ساختن مقاصد سیاسیشان در داخل پاکستان در برابر ملکی ها و در منطقه در برابر هند و در دیگر کشورها هستند، اونا دیگه فلتر شوند. شکر. بینندگان عزیز، سپاسگزار هستیم از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کرده، و همچنان تشکر بسیار زیاد از مهمانان محترم ما که در بحث ما تشریف آوردند.